رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید. تولدتون رو تبریک میگم، ولی حالا درست 4 روز گذشته و یه آرزو دارم، امیدوارم که سال دیگه بتونید تولدتون رو توی شیراز بگیرید، البته نه جای دیگه. به هر حال همینقدر که ایران باشه، همه ایران خانه و سرا و مرد زندگی ما و میهن و وطن ماست. برحال ممنونم از توجهت. بگو عزیز. ارادت مندم آقای دکتر. آقای دکتر، من حالا یه نگرانی یعنی با یه خانم آشنا شدم و یه مسئله حالا در مورد ایشون منو نگران کرد. حالا من قصدم واقعا ازدواج با ایشون و حالا آشنایی هم نیست، یعنی یه جورایی با هم یک صحبت کوچولو کردیم، یه سری اطلاعات ما به دست آوردم از ایشون، حالا خوام برم جلو، ولی یه نگرانی کوچولو هست. حالا یه مشخصات از خودم میدم، یه مشخصات هم از ایشون، حالا نظر شما رو می‌خواستم. حتما. 26 عزیز دلم، من خودم 26 سالمه، مهندسی برق خوندم از یه دانشگاه متوسط به بالا و یه دوقلو هستم با یه خواهر کوچیک، یعنی یه خواهر دوقلو، یه خواهر کوچیک‌تر از خودم، 10 سال از من کوچیک‌تره و خدمتتون که عرض کنم 2 سال سر کار، نزدیک 2 سال سر کار بودم، الانم به دلیلی که حالا زبان بخونم و بتونم مهاجرت کنم از کارم دور شدم و اون بند خدا از کار دور شدی یعنی چی؟ یعنی کار تو خب قدم خود من زبان به آدم 24 ساعت زبان میخونه در روز. حقیقت کارم این مدلی بود، یعنی ما از ساعت مثلا 5:45 که بعد اونجا فیس میزدیم تا 6 رو بعد اون نه تا 5 رو بعد اونجا کار می‌کردیم و جمعه ها هم حتی مثلا ما تا ظهر سر کار بودیم، علاوه بر این پنج شنبه، یعنی با این شرایط نمیتونستم من هیچ کاری کنم عملا، یعنی یه جوری گفتم یه تایمی رو بذارم که زبانه رو بزندم و اینجوری شد. نه اونو متوجه شدم. خب وقت چه نمیشه یه جای دیگه کار بگیری، حتی آخه بیکار بودن خودش یه مسئله است. برای میدونی عزیز، اشکال کار اینه که یادگیری قراری کمی با فاصله باشه. وقتی مطالب روی هم متمرکز میشن یا متراکم میشن، یه ذره خطر به هم ریختگی رو داره. من برای که این مسئله روشن کنم، برخلاف روی تخته می نویسم، مثلا فرض کن احمد، بعد جواد، بعد محمد، بعد تقلی، بعد نقلی، ولی روی هم می نویسم. بعد میگم یه نفر اگر از در بیا تو نگاه کنه امکان نداره بفهم این چیه، ولی اگر من جدا جدا بنویسم هر کی بیاد میتونه بخونه. مغزم همینه، یعنی یادگیری باید با فاصله باشه. من خودم هر زمان که مثلا 40 دقیقه حدود 40 دقیقه کتاب میخوندم، برای 10 دقیقه حتما نمیخوندم، برای که میگذاشتم که این مطالب بره فعلا به یک اصطلاح از خاطره یا حافظه کوتاه مدت بره به بلند مدت و ذخیره بشه. یعنی یه فرصتی برای این جا به جایی میدارم، مثل موجودی رو میاری میبری تو انبار، حالا جا باز میشه برای بعد. و این به همین دلیله که وقتی به تو گفتم تمام روز و شب بشینی زبان بخونی، حالا یه کمی زبان متفاوته، ولی ما در بزرگسالی به صورت علمی اونو یاد میگیریم، نه به صورتی که ارتباطی است که برقرار میشه از نظر ذهنی بدون اینکه اونقدر هوش و عقل درگیر باشه. حالا به اون دلیل بود، ولی خب حالا اگر اینقدر وضع بد بوده که تو از صبح تا اون موقع میرفتی و کار میکردی، معلومه دیگه وقتی براش نبوده، اون رو میتونم متوجه بشم. البته باز این نکترم بگم، یاد گرفتن زبان راحتش یه مقدار تسلط به مطالب و یا متون ساده تکراری است، همونطور که بچه یاد میگیره، بعد همینقدر که اون ساخت و یا زیربنای ذهنی از نظر یه زبان درست شد، حالا میتونه هر چیزی بره سر جای خودش قرار بگیره. ولی به هر حال تو الان یه مدتی است که کاری نداری، آیا اون وقت همچنان تو خانه پدری و مادری زندگی میکنی یا جدا هستی و همچنان هزینه ها تو داری؟ نه توی خونه پدر و مادرم هستم، یعنی خرجم دیگه با پدرم یه جورایی. اوکی. خب حالا این دختر خانم چند سالشه؟ ایشون 24 سالشه، دانشجوه، یعنی ارشد روانشناسی میخونه، لیسانسشو یه دانشگاه فکر کنم، یعنی میتونم بگم پایین ترین لول ممکن، و ارشدش هم یه دانشگاه آزاد خونده و ایشون هم یه خواهر کوچیک‌تر از خودشون داره، 10 سال از خودش کوچیک‌تره
و خدمتتون که عرض کنم آره، یعنی حالا اینجور اطلاعاتی دارم ازشون. حالا در مورد یه چیز خودم سه تا نکته کوچولو بگم. یکی این که من یه سری باهاتون صحبت کردم، شما حالا اینو به من گفتین که شما کالای نسبتا خوبی برای ازدواج نیستین. چرا؟ چون که خودتون رو جای دیگران نمیذارید. مورد اول. مورد دوم، حالا آدمی هستم که یه جورایی یعنی از سکون بدم میاد، همیشه دوست دارم در حال پیشرفت باشم. میفهمم که یه زمانی ممکنه مثلا 10 تا پله عقب بیفته، ولی برآیند کلی دوست دارم مثلا به صورت بالا رفتنه باشه. ولی ایشون احساس میکنم یعنی یه جورایی این نیست قضیهش. حالا چرا؟ ولی موردی که نگرانم میکنه اینه قضیهش. ایشون حالا من الکل میخورن، یعنی وقتی که حالا اینجوری که من متوجه شدم و شنیدم، وقتی که مثلا با دوستاشونن حالا مثلا شراب مصرف میکنن اینا. من حالا خودم یعنی تو زندگیم حتی نه سیگار نه قلیون، حتی اصلا لبم به این چیزا نزدم. و حالا نمیدونم این مورده ناخب در چه حدیه. اولا نه آخه شما از کجا میدونید و از یه زمانی خیلی مطمئن شنیدم. نه ببینید، برخی از اوقات آدم ها... نه اینکه من باش موافقم، نه، برخی از اوقات یه آدم هایی هستن که در یه مراسمی، اونم در یه شرایط خاصی که ای بس سالی سه دفعه میشه، ممکنه به کمی هم مشروب بخورن که میخوان، من اصطلاح همینه که خواهی بشوی رسوا و سبق بدبخ شوی، هم رنگ جماعت، هم رنگ جوان. اما یه زمانی هست که نه، این آدم یک، این کار یه ذره در هفته یکی دو باره، دوم این بس خودش برخی از اوقات چیزی میخره تو خونه میخوره، اون مهمه. این تفاوت ها چون اینا اندازه ها مهمه. مثل که به من بگه کسی چاقه، یک کیلو چاقه یا 100 کیلو 50 کیلو، خب اینا خیلی متفاوتن. حالا به من بگو که چی میدونی در حدی که مطمئنی اطلاعات دقیق و درسته. من بگم بالای 90% درسته، یعنی مثلا دو ماه خورده یا 3 ماه یک بار در حد. حالا اینه چیزی که حداقل من میدونم، واقعیت و واقعا درست در جریانش نیستم. اصلا به نظرتون حالا این همین 3 ماه یه بار این اصلا قابل قبوله؟ چون اصلا من نه قابل نه 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 ببین عزیز، نه صبر کن صبر کن عزیز، روزی که تو به من برگردی بگی یه کسی 3 ماهی 2 ماهی یه دفعه اونم توی شرایط خاصی میخوره، به این دلیل مهم نیست، نه به خاطر این میخواد، به این دلیل مهم نیست که وقتی ازش بخوای و بگی من اینو میخوام میذاره کنم، برای که خود این نشون دهنده اینه که خود فرد هم از این وضعیت راضی نیست و اینو درست نمیدونه، و الا میتونست هفته یه دفعه یا هر روز باشه. پس این اول. دوم، یه چیزیست که میتونه آدم کنار بذاره. این خیلی متفاوته که تو به من برگردی بگی یه چنین مشکلی داری که باش هست یا یه اتفاقی افتاده که درش هست. خب اون موقع موضوع متفاوته. شما به من بگید که خانم آقای در شرایط خاصی سالی 5 دفعه 4 دفعه 6 دفعه یه جایی باشن، اونم به دلایل یه نگاه نظر غلطی البته از نظر من دارن، مثل همون چیزی که گفتم مشروب میخورم، خیلی خب حرف بارت از اینست که دیگه نخور و قول و قرارشو بگذار. و چون چیزی نیست که آدم ها وسواس که نیست، استراب که نیست، افسردگی نیست که آدم نتونه بذاره کنار، کاملا میتونه بذاره کنار. مثل اینکه تو برگردی بگی ما از 8 تا خیابون میتونیم برسیم به خونه خودمون، من دیگه تصمیم گرفتم از یکی از این خیابونا نرم، مثلا مثل اینکه این خیابون الان توش تعمیرات بسته شد، خب آدم نمیره، برای که قرار نیست کاری بکنه، قرار نیست رنجی ببره، قرار نیست چیزی رو به هم بریزه. بنابراین اگر حرف تو به من این است که ایشون احتمالاً هر چند ماهی، حالا هرچه، یا در سال چند باری این کار رو میکنه، حتماً خوب نیست، حتماً باید بهش گذاشت کنار. البته با صحبت کرد و فهمید خود چرایی مسئله چیه، چون همونطور که گفتم برخی از اوقات اینقدر این جواب ها میتونه ساده لوحانه و سطحی باشه که مثلا یه آدمی برای خوش آمد دیگران این کارو بکنه. این حرفی که تو زدی، من هرگز تو عمرم لب به مشروب نزدم، تو صدها برنامه و مهمانی و نمیدونم پارتی و چیزایی بودن که دوستان اصرار کردن حالا یه ذره یا حالا یک لیوان یا نمیدونم هرچی از این، اصلا برای من معنی نداره. مثل که من به کسی بگم
مثلا چهار رفع سر تو بزن به دیوار، چه ضرورتی داره کار کنم؟ نه تمام شد رفت. یه کسانی هستن که یه فرضی دارن که حالا ما اومدیم تو مهمونی تولد این آدمه، همه دارن میخورن، خب منم بخورم یا عداشو در بیارم. مثال میگم، خب اینا یه مسائلی است که برخی از اوقات به عنوان یک رفتاری بد و غلط و خطرناک و برخی از اوقات تصمیم رو دگرگون میکنه. اما یه زمانی هست که نه، یه مطلبی است که آدما به دلیل یه برداشتی یا یه محیطی که درش بودن دارن جاشون که عوض بشه اونو نخواهند داشت. به همین جاست که اولا باید پرسید یک چند اندازه از دقیق از خودش، دو چرا، یعنی چرا در برخی از موارد این کارو میکنی، و سوم چقدر توان اینو داری، یا نه اینکه قول بدی برای که نمیخوای به خودت فشار بیاری، تو میتونی و میخوای بذاریش کنار یا نه. و اگر گفت حتما، اگر تو بخوای یا دوست نداشته باشی یا یکی از من بخواد، من میذارمش کنار. اون موقع دیگه به عنوان مسئله و مشکلی که باید یه جوری حلش کنی یا بر مبنای اون تصمیم بگیری نیست. ولی تو این گونه موارد هم بهتر همونه که باشه صحبتی بکنی، حرفی بزنی، یا خاطر داسوده باشه که در این زمینه اشکالی وجود نداره. حالا من چیزی که متوجه شدم در مورد این قضیه، به خاطر من والا مصرف نداشتم، ولی احساس کنم به خاطر سرخوشی، مثلا دور هم جمع میشی یه ذره حالتو بهتر کنی، یعنی این مدلیه. نه اون آدما، نه ببین عزیز، نه اون تبدیل میشه به سالی 30 دفعه 50 دفعه. این ببین عزیز، تو از یه سیستمی به این گونه نمیتونی سه ماه یه دفعه استفاده کنی، اون معنی نداره. و بعد مثلا سرخوشی میگم، چه ضرورتی این سرخوشی داره؟ این که آدم از حال عادی خارج بشه، این چه سود و فایده برش مترتبه؟ برای کسی که به موضوعها این گونه ای که تو یا من نگاه میکنیم توجه میکنه. ولی اگر گفت چرا میگم صحبت کن و چرایش، من تو چرا این کارو میکنی؟ یکی برگرده بگه برخی از اوقات برای سرخوش میشه، بدون مشروب هم میشه سرخوش بود. مثلا سرخوش بودن یعنی چی؟ من مثلا سرخوش نبود، اون مشکل نیست. من قرار آدم یه چیزی باشه. ما تو دنیایی هستیم که خودمون رو با شرایط سازگار میکنیم، نه اینکه میایم وضعیتی رو درست میکنیم و یه چیزی رو به خودمون تحمیل میکنیم. بنابراین توجیهش مهمه. من اگر فرض کنید همچین مطلبی باشه، این که اصلا چی میگه، چگونه گزارش میده، چگونه سابقهش رو میگه، چراییش رو میگه، برام خیلی مهمتر از این که سالی 3 دفعه است یا سالی 12 دفعه است، چون اونقدر فرقی نمیکنه. ولی مهم هم چه هست و چگونه موضوع و هم چرایی موضوع، یعنی که مقداری بیشتر باید در این باره بدونی تا بدونی چه خبره. حالا اگر هنوز حرف دیگری داری، ما بریم پیاموار بشنیم، برگردیم صحبتمون رو ادامه بدیم. اگر نه که خدافظی کنیم. در حد سوال کوچو خیلی ریز است کنم، در حد بله یا نه شما است کنم جان. حالا من میدونم، یعنی احساس کنم مثلا اون ساده بودن، یعنی من از یه فیدبکی گرفتم از همه که میگن آره مثلا ساده، احساس کنم برمیگرده به تثبیت دهانیه. آیا میتونم براش کاری کنم یا نه؟ یه چیز چی رو برای تثبیت دهانی؟ نفهمیدم موضوع چیه. حالا من یادم است کسی در دیگران میگرن که آره مثلا تو یه خود آدم ساده ای هستی، احساس میکنم برمیگرده به همون اورال فیکسیشنی که میگی توی مثلا تولد تو چهارده ماهگی هست. برای این قضیه آیا میشه کاری کرد یا نه؟ نه یعنی چی؟ آخه ماجرا این که برم معلوم نیست مقصود است ساده. ببین عزیز، خیلی از اوقات وقتی آدم ها به یک کس میگن تو ساده ای، یک قصدشون اینه که باهوش نیستی، دو عاقل نیستی، سه دانش لازم رو در اون زمینه که در این کار میکنی نداری، چهار با سرعت تصمیم میگیری، و پنج میخوای مردم رو خوشحال و راضی کنی. بنابراین مسئله سادگی یه چیزی نیست که به تثبیت دهانی اگر مرتبطه که یکی از چهار نتیجه تثبیت دای اورال فیکسیشن هست و در من هست، به من در حقیقت اینو میگه که من یه فرضی دارم که جهان گلستانه، گلهام خار ندارن. خب این درست نیست، و بنابراین تبدیل میشم به یه آدمی که به دلیل این سادگی گرفتار میشم. اما غالب اوقات من وقتی دیدم به یه کسی میگن
ساده هست یا هر واژه دیگری براش به کار میبرن، مقصودشون است که باهوش نیست یا از هوش استفاده نمیکنه یا حالا هوش رو استفاده میکنه، عاقل نیست یا از عقلش در مواردی استفاده نمیکنه، ولی مهم نادانیش و عدم آگاهیشه که به او این رو میگه، یا بعد نتیجه گیری یا تصمیم های غلط، و یا فقط به خاطر رضایت مردم خوشحال کردن و همون موقع پاسخی مناسب دادنی که به سودش نیست و بعدا گرفتارش میشه. من احساس میکنم این فیدبک هم که میگیرم که مثلا میگن تو فیس هم خیلی بد کنسنی، مثلا همه میگن میشه یه ذره بلندتر صحبت کنی، یه ذره فاصله گرفتی. بله. یه فیدبک دیگه هم که از دیگران میگن احساس میکنم به همین مربوطه، اینه که مثلا میگن تو هنوز رفتارات خیلی بچگونه است. خب و احساس میکنم که خب من که نمیدونم اونا به کی از ببین عزیز، من که اولا نمیدونم تو چجوری عمل میکنی، دوم نمیدونم اینا کی هستن که اینقدر آگاه هستن و یه همچی توانی برای ارزیابی دارن، سوم که اصلا چه اهمیت داره حرفشون، یعنی اصلا کی هستن که آدم فکر کنه مهمه نظر و عقیدشون. بلاوه اگر برگردی به یکی از اینا بگی تو سادگی من از کجا فهمیدی چی میگم یا چه چیزی شده که تو را به این نتیجه برسونی که من آدم ساده ای هستم، که البته یه معنی دیگه ساده لوح بودنه، یه معنای دیگه که در همون چارچوب گالوبل بودنه که زود گول میخوری. خب فکر میکنی یک این آدم ها به چی اشاره دارن میکنن؟ یا اگر ازشون بپرسی چی به تو میگن؟ احساس میکنم شاید صداقت هست. نه صداقت به معنی سادگی نیست. این چه صداقت؟ خب من نمیدونم شما بر صداقتتون در چی، چون یه درصد یه آخه عزیز من تو که نمیتونی توی یه ابهامی همینجوری بچرخی برای یه چیزی که خودت نمیدونی از یه کسی دیگه که هیچی نمیدونه بپرسی. صداقت یعنی چی؟ من چون آدم صادقی هم بکنم صادق، اگر شما مطلبی رو نباید بگید، خب نباید بگید که صداقت نیست اسمش. بسیار از آدم ها مطلبی که اصلا به دیگری مربوط نیست رو میگن، یه اتفاقی تو خانهشون افتاده، فرض کنید سر و راز اعضای خانواده است، میرن به یکی میگن، اسمش که صداقت نیست، اسمش حماقت. بقیه به بقیه مورد دوم یه چیز دیگه است که برمیگردن به مسئله صداقت اشاره میکنن، و اون اینه که آدمی است که یه کمی خشمینه و بنابراین واکنش نشون میده و پنهان نمیکنه، میگن خب صادقه، ولی خیلی از وقت فقط خشمینه. مثل آدمایی که میگن من رکم، حرفمو میذارم، از 10 تا آدمی که این حرفو میزنه 8 تا شدم خشمین و عصبانیه. بنابراین تو اگر قرار باشه، الان میگی من در گفتگوی قبلی گفتم تو یه مقداری دل مشغول خودی، الان باز نشون میدم اینجوری هست، یعنی حرف این است که دیگران چی میگن چی احساس دارن، دیگرانی قراره حرف بزنن که آگاهی دارن دانایی دارن بی‌طرفن، برای مدت طولانی با ما بودن، معمولا یه چنین اطلاعاتی که دارن دقیق و درسته، خودم میتونه بهش اعتنایی کنه. برای شما اگر از کنار مطب دکتری رد شدید، یه نفرم اونجا ایستاد که دکتر نیست، گفت شما مشکل کبد یا کلیه داری، خب آخه اینکه دلیل نداره شما جدی بگیرید، چون نزدیک مطب دکتره. آخه اینا کی هستن؟ درست اوکی؟ مرسی عزیزم، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.